صدها مهاجر و پناهجو با گذشتن از مرز آبی ترکیه روز دوشنبه خود را به جزیره لسبوس در یونان رساندند. این افراد که تعداد زیادی زن و کودک نیز در میان آنها دیده می شود، اغلب در وضع جسمانی نامناسبی قرار دارند. به گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، تنها در دو هفته اول سال جاری میلادی بیش از 18,000 مهاجر و پناهجو اکثراً از طریق ترکیه وارد اروپا شدند. همزمان گزارش ها از سرگردان ماندن صدها نفر در مرز یونان و مقدونیه حکایت دارد. به گزارش پلیس محلی، در درگیری تعدادی از مهاجران افغانستانی و پاکستانی در مرز مقدونیه، یک پاکستانی کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.